پرزیدنت ترامپ در سخنرانی در پادگانی در شهر بندری بالتیمور در مراسمی به مناسبت روز یادبود گفت از مردان و زنان نظامی آمریکا به فراخان برای انجام وظیفه در مقابله مقابل ویروس کرونا پاسخ دادن تقدیر می کنم گزارشی از فرهاد پولادی پرزیدنت ترامپ در مراسم روز یادبود در پادگان فورد مکنری به آمریکاییان وعده داد که ایالات متحده در جنگ با ویروس کرونا پیروز شده و از این بحران به افق بالاتر و تازه‌تری دست می‌یابد در ماهای اخیر کشور ما و جهان درگیر شکل نوینی از نبرد با یک دشمن نامرئی بودند. یک بار دیگر مردان و زنان نظامی آمریکا به فراخان برای انجام وظیفه پاسخ داده و به سوی خطر شتافتند. دهها هزار پرسنل نظامی و گارد ملی و مراقبت از بیماران توضیع مواد دارویی و پزشکی حیاتی در طول شبانه روز با هدف محافظت از شهروندانمان در خط مقدم مبارزه علیه این ویروس وحشتناک هستند در مراسم روز یاد بود ملانیا بانوی اول و تنی چند از اعضای کابینه از جمله مارک اسپر و مایک پامپو وزرای دفاع و خارجه در گورستان ملی آرلینگتون در کنار پرزیدنت ترامپ بودند و به قربانیانی که جان خود را برای حفظ امنیت و آزادی کشور از دست دادند ادایه احترام کردند رئیس جمهوری آمریکا در ماه جاری دستور عمل دولت فدرال برای بازگشایی مشاق را صادر کرد او این دوره را گذار به عظمت با هدف دستیابی مجدد به رشد بیسابقه اقتصاد کشور نامید هر پولادی پولدی صدای امریکا